بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم وسلام خدمة ابن عزيز أز اتفاق افتاد در صدر اسلام وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی سلم که به مدینه هجرت کردن خب بین مهاجر و انصار به اصطلاح یعنی اهل مدینه که انصار نامیده میشن مهاجر اونهایی که از اطراف آمده بودن به مدینه ارتباط برقرار کردن بعد به امر خداوند متعال یه ارتباطی هم بینه خود مسلمون ها برقرار کردن که نامش در روایات اخوت اسلامی آمده برادری اسلامی یعنی بین افراد برادری برقرار کردن چون انسان با برادر خودش الفت و صمیمیت بیشتری خواهد داشت این پیوند انسان را به همدیگه نزدیک میکنه لذا خیلی اهمیت داره باید ما از این الگو و درس به اصطلاح عبرت بگیریم بین دیگر مسلمان ها دیگر دوستان امیر برادر با برادر که باید الفت صمیمی بیشتر داشته باشه بین به اصطلاح ما غریبه ها این برادری برقرار شده ما هم باید بین همدیگه این ارتباطمون محکم باشه تا اینکه بهره برداری از دینمون و مخصوصا در این ماه مبارک رمضان از این ماه بیشتر بهره برداری بکنیم در اجتماعات دور هم که هستیم با الفت و محبت با صمیمیت با همدیگه ارتباط برقرار بکنیم وجود مقدس پیغمبر اکرم اعلان کردن و بین افراد که حتی افرادی که بینشون برادری هم برقرار شده را ضبط کردن و ذکر کردن بین همه افراد این برادری برقرار شد و آن هم در روز دوازدهم ماه مبارک رمضان به مناسبت هم از این قضیه ذکری به میان آمده باشه و هم عبرتی برای ما که پیروان پیغمبر و آل صلوات الله علیهم اجمعین هستیم این برادری برقرار بشه این محبت و این الفت روز به روز بیشتر و صمیمیتر تا دشمنی ها کنار بره و شیطان از این روزنه به اصطلاح استفاده نکنه چون شیطان در صدده که بین ماها ارتباط برقرار نشه بلکه دشمنی باشه بین ماها کینه به اصطلاح باشه اما خدا اونچنان امر میکنه و پیغمبرش را این چنین دستور میده که بین مسلمان ها این ارتباط را برقرار بکن و یک عظمتی هم برای مولا و آقامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در اینجا هست که مناسب ذکر بکنیم تا همه مسلمان ها بهش توجه بکنن و یکی از افتخارات مسلمان ها و محبان امیر المؤمنین این واقع است که تمام مسلمان ها در این جهت اتفاق نظر دارن فقط شیعه نیست که این مطلب رو میگه این مسئله اخوت و برادری بین وجود مقدس پیغمبر اکرم و مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه اعلان شد برادری ها برقرار شد آقا امیر المؤمنین آمدن دیدن یک شادی به اصطلاح بین مسلمان ها زبان زد شده همه خوشحالند چه خبر خداوند متعال این دستور رو داده و پیغمبر اکرم بین برادران و بین مسلمانها ها برادری برقرار کردی. به امیر المؤمنین که دیر آمده بودن و از این قضیه به اصطلاح به ظاهر محروم بودن آمدن خدمت پیامبر و عرض کردن یا رسول الله آخیت بینهم بین همه بین هم برادری برقرار کردی برای من برادری قرار ندادی فرمود تو را برای خودم نگه داشتم و تو برادر من در دنیا و آخرت هست که این بالاترین سمت و مقام برای امیر سلام الله علیه علی ابن ابی طالب علیه السلام که برادر پیغمبره و کسی که برادره نه این برادری که سوری ما برقرار بکنیم نه اولا اسلام حساب شده این برادری ها را برقرار کرده و بین مسلمان ها پیغمبر اکرم ارتباط برقرار کرده و بین خود پیغمبر و آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این برادری یک واقعیتی بود و یک الفتی بود که برقرار شده بود که از ابتدا هم این علاقه بود اما امر خداوند متعال این چنین اقتضا کرده که بین امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم این برادری برقرار بشه لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم این برادری را برقرار کردند بین خودشون و آقا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب و این یک امر اسلامی و یک واقعیت الهی بود که بین این دو شخصیت ارزشمند برقرار شد خداوند متعال میخواست به اونهایی که بعدا بناس بیان و این اخوت و منکر بشن که در روز سقیفه و بعد از سقیفه وقتی که امیر المؤمنین را با ریسمان به طرف مسجد اووردن و تهدید به بیعت کردن و اگر بیعت نکنید میکشیمت فرمودن اذن تقتلون عبدالله و اخا رسول الله شما که منو تهدید میکنید که بیعت بکنم این تهدید نتیجه کشتن بنده خدا و برادر پیغمبر اکرمه گفتن اما عبدالله فنعم اما اخو رسول الله فلا چیزی که خدا قرار داده امری که پیغمبر انجامش داده واقعیتی که تمام شاهد و ناظر بودن برای غصب خلافت این واقعیت را انکار کردن به خیال اینکه اگر انکار بشه دیگه براشون امر سهل میشه نه امر مشکل تر شد و امروز مورد خطاب و اتاب همه مسلمان ها هستند که چرا برادر پیغمبر را تهدید کردید اولا برای بیعت مقامی که مخصوص خود آن حضرت بود را غصب کردید و در نتیجه شما باید جواب بدید و علمای اهل سنت جواب بدن که خلافتی که با تهدید برقرار بشه و انکار برادری امیر این خلافت از ابتدا پایه سوس بود و تا انتها هم پایه سوس خواهد بود خداوند متعال معرفت امیر المؤمنین و مقاماتشون را به ما عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد